خوش آمدید. سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به چنل خودتون. امروز قراره یه بازی آنلاین دو نفره خیلی باحال رو با هم دیگه ببینیم. پس قبل از اینکه مثل سراغ ویدیو، حتما ویدیو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره، کامنت انگلیسی هم برام بذارید که سابسکرایبتون نریزه. خب بچه، بازیمون شروع میشه. من یه توضیح اول در مورد پلیرها بدم. یکی از پلیرامون، یکی از بهترین پلیرای است که تا حالا باهاش بازی کردم. بعد تازه چنلش رو اندازی کرده. بعد آدرس چنلش رو واسهتون میذارم، اگه خواستین میتونین چنلش رو سابسکرایب کنین، ویدیوهاش هم ببینین. قطعا یکی از بهترین بازیکنی است که من تا حالا باهاش بازی کردم و حداقل بازیش هم حالا خودتون بازیشو میبینین، میبینین که چقدر راحت و حساب شده بازی میکنه. خب بچه، بازیم شروع شد. الان همین دوستمون که میبینید الان شراب سازشو ساخته و قبلش هم که من داشتم صحبت میکردم سازه های چوبش رو زده و همینجور الان سازه های سنگش رو ساخت. و توضیح هم در مورد حالا نوع بازی این چیزا بودم. نوراش بازی الان 10 دقیقه است، اسپید بازی 50 و بعد پولم 2K است اگه اشتباه نکنم. بله 2K است. و بعد میبینید که فضا خیلی ساده و منابع واقعا کمه. بچه ها بازونی که الان کاری که میاد انجام میده، حریف مقابلش میبینید که اومدون هم سازه های سنگش رو ساخته، جفتشون از اکونومی استفاده نکردن، یه جورایی برحال میخوان سریع فایت شروع کنن، میخوان سریع حمله کنن. داخل همچین بازی هایی بچه ها خیلی کم پیش میاد از اکونومی استفاده کنیم. از اکونومی استفاده کردن برای تایمی رو برای فارم کردن میخواد، داخل 10 دقیقه خیلی کم. خب ببینید که شراب سازاش رو ساخت و ببینید که چقدر منظم، چقدر حساب شده کنار هم دیگه میاد سازه هاشو میسازه و داره از انبار غلاتش جورایی به عنوان سازه های سیب استفاده میکنه و باغچه های سیب زده داخل انبار غلاتش و از سراغ به قول خود نونوایی این چیزا نرفته. میبینید که اومد انبار سلاحشو ساخت، 3 سازه سلاح ساخته بود. بعد تا جایی که ممکنه میاد انبار رو خیلی حساب شده کنار انبار اصلیش میسازه که مسافت خیلی کمتری رو کارگراش طی کنن واسه این که اون مواد لازم برابر ساخت سپر استفاده کنن. چی گفتم؟ سپر خیلی راحت تر و سریع تر به دست میاد و قطعا این دوستمون میخواد از سپرها استفاده کنه چون بتونه پول خیلی بیشتری به دست بیاره. میبینید که یه جورایی نصف مپو سازی چوب ساخته. به هر حال چوب ساز میبینید تا یه حدی به کار میاد، از یه جایی به بعدش فقط میخوایم که ازشون مالیات بگیریم و مردم و جمعیتمون رو زیاد کنیم. بچه میبینید که دوتا بیس دوستامون یه جورایی توی حالت نرمالی قرار دارن، ولی به نظر من این بیسی که دارید میبینید یه مقدار گسترشش کمتره، برحال سازی سلاحش کمتره، کارگراش کمترن. الان دوتاشون از یه روش دارن استفاده میکنن و فقط و فقط پیشرفتی که داخل بقیه مثلا اختلافی که بین این بیس ها میتونید ببینید که تعداد کارگره. ببینید که دوستمون چقدر سازه چوب ساخته. برای این سازه های چوب باعث میشه شما افراد بیشتری رو به کار بگیریم و بتونین در ادامه مالیات خیلی خیلی سنگین تری رو بگیریم. خب دوست پرشین نایتمون رو میبینین که الان فقط داره به قول خودمون مردمش رو به حد اکثر میرسونه و فقط به فکر گرفتن مالیات و این چیزا در ادامه بازی. خب حقیقتا من از این بازی خوشم نمیاد. چرا؟ چون نونوایی داخلش نیست. به هر حال بازی که نونوایی داخلش نباشه اصلا به درد نمیخوره. پس میریم سراغ پلن بعدی، ببینم آیا از این پیرمردای دانا استفاده میکنن یا نه، که بازی برای خود من حداقل جذابیتی داشته باشه. خب حالا گزارشی که از این بازی داره میشه نشون میده که پرشن نایتمون نسبت به لوردمون یه مقدار که چه عرض کنم کلی به نظر من جلوتره، چون خیلی خیلی افراد خیلی بیشتری رو به کار گرفته. برای داخل تایمایی کم سرعت عمل خیلی به کار میاد و همجور که میبینید با سرعت عمل خیلی بالای اومد کارگر و چیهاش رو ساخت. خب برحال شما هر چقدر بیشتر بازی کنین قطعا سرعت بازیتون بالاتر میره. خب الان میبینید که لوردمون یه دونه آسیاب زد و یه دونه نونوایی ساخت. میبینم حالا انگیزه از این قضیه چی بود، ولی میبینید که پرشن نایتمون خیلی راحت میبینید که سازه های سلاح استفاده میکنه. خوب اومد دیوارشو کشید تا حاشیه امنیتی برای بیسش شروع کرد داشته باشه. الان میبینید که تقریبا نصف نوراش رفته ولی لوردمون همچنان دیواری نکشیده، کار خاصی زیاد انجام نداده. به هر حال چون تایم بازی کمه میشه گفت که حالا این تایمو گذاشته تا
حالا فارم بیشتری انجام داد و بعد لحظه آخری دیوارو بکشه. حالا از این قضیه نمیشه ایرادی گرفت، ولی میبینید که پرشین نایتمون هی مدام و مدام داره چوب ساز میسازه و مردم اضافه میکنه. خب یه نگاهی به پول هم میکنیم که پرشین نایت الان 2K پول داره، 2000 تا، واقعا خیلیه تو این تایم، ولی لوردمون هیچ پول نداره. فقط یه توضیح که بچه‌ها گفتن پول و سرباز کجا میذارن، همینجا که دیدین پول و سرباز همینجا میتونین ببینین، قسمت تاج پایین صفحه میتونین اطلاعات حریفاتون رو ببینین و بیشتر به درد نمیخوره. مثلا اگر حریفتون سرباز ویژه داشته باشه، شما میتونین از این طریقی که از روش‌های شناسایی سرباز ویژه همین هستش که بزنید ببینید چقدر نیرو داره. خب میبینید که این دو تا نونوایا رو واقعا چرا ساخت، من اینو متوجه این قضیه نشدم که چرا دو تا نونوای ساخت. به هر حال این دو تا نونوای میخواد چه کمکی بهت کنه؟ حالا به هر حال فعلا شروع کرده به ساختن چوب ساز. بچه‌ها میبینید که الان حدودا 3-4 دقیقه لورد از پرشین نایت عقب‌تره، چون این سازه‌های چوبو پرشین نایت چند دقیقه پیش ساخته. خب میبینید که الان دیوارشو تازه کشید و به صورت کلی به نظر خودم پرشین نایت خیلی تو این بازی جلوتره. به هر حال 2000 تا 3000 تا برای اول بازی خیلیه. میبینید که الان 3600 پول داره و این خیلی میتونه بهش کمک کنه. برای شما هر چقدر پول بیشتری داشته باشی قطعا نیروی بیشتری دارید. خب بچه‌ها توضیح هم که داشتم میدادم بهتون در مورد همین پلیر پرشین نایت، چنل دوباره دارم میگم تازه راه اندازی کرده و نیاز به حمایت داره. اگه از این دست بازی‌ها مخصوصا بازی‌های آنلاین حرفه‌ای، بچه‌ای که دنبال اینن که به هر حال داخل بازی‌های حرفه‌ای چیزی یاد بگیرن و قطعا مطمئنم اگه به چنل دوستمون سر بزنید قطعا چیزی دستتون میاد و خیلی راحت میتونید پیشرفت کنید، مخصوصا داخل جنگ‌های صلیبی آنلاین. خب میبینید که همین چند دقیقه که من داشتم صحبت میکردم چقدر بیسش تغییر کرد، یعنی سربازخونه‌هاشو ساخت، چقدر جمعیت اضافه کرد. خب میبینید که لوردمون یه جورایی شروع کرد به گرفتن مالیات، الان 8000 به 3200. خب باز هم تو این حالت حدودا 5000 تا اختلاف هستش. خوب شد 8600 به 3700. پس ببینید بچه‌ها 5000 تا اختلاف یک پلیر با پلیر دیگه خیلیه. ببین مطمئن باشید که لورد هم یک پلیر مثلا ضعیفی نیست. خب ولی میخوام اینو بگم که اختلاف بین پلیرها خیلی، مثلا 5000 تا خیلی. حالا احتمال میدم که پرشین نایت حالا سپری شمشیری چیز خرید احتمال خیلی زیاد که پولش رو الان یه لحظه خرج کرد. حالا در ادامه ببینیم که چه نوع سربازی استفاده میکنه و چه اتفاقی میفته. خب مثلا اینکه دو نفرشون اومدن دیوارهای ضد اساسین رو ساختن و دروازه و این چیزها رو اوکی کردن. این تا الان از نظر خب ببینید که پرشین نایت اشاره میکنه که 7K و 500 گل داره. بله بله در این قضیه میپردازیم بهت. خب و بعدم شد 8 خورده ای. خب من خودم میگم الان 8 خورده ای. خب 9200. بله داخل 10 دقیقه نوراش. خب بچا نوراش تموم شد داخل 10 دقیقه نورا، نوراش 10K گولد. واقعا عجیبه، واقعا یه مقداری واقعا گفتنش سخته. واقعا خیلی خوب بازی کرد حقیقتا، دروغ چرا. بعد سعی میکنم که از این پلیر بازی های خیلی بیشتری بسازم و واسهتون بذارم که ببینید. خب بچه‌ها اونجوری که می‌بینین لورد شروع کرد به ساخت شیت. خب اینجای بازی من لورد تعریف می‌کنم، اینجا رو مثل خودم بازی کرد، واقعا با بازی شال کردم. اول بازی سری متخصص رو گرفت و زد تو کار شیل. خب اینید که این فضای خالی وسط و هر کس بتونه بگیره راحت میتونه بازی رو ببره و سری بپردازه به حریف بشه. خب یه چند تا برده خریده اگه اشتباه نکنم. آره خب لورد رو می‌بینین، چه ببخشید پرشین نایت رو می‌بینین که حدوداً 30-40 تایی فقط تورزیندار گرفت، بعد شروع به ساخت شیلداش هم کرده و هارسارچه‌هاش هم گرفته بود. اما لوردمون فعلا داره شیلد میسازه، فعلا نیروی نساخت. البته حس میکنم که اساسین داشته باشه، برحال اساسین ها رو ما نمیتونیم ببینیم. الان شروع کرد به ساخت یه تعدادی هارسارچه. بله همجور که گفتم، آره دقیقاً اساسین داره، چون واقعا این 100 تا سرباز که نیستن اینا که ما داریم می‌بینیم. خب این اول بازی پرشین نایت رو می‌بینید که یه حمله‌ای رو به سمت حریفش داشته، حتی اجازه نداد حریفش بخواد خندق رو بزنه. داداش چیتری چیزی هستی؟ خب حتی اجازه نداد که بخواد خندق بکنه. خب هارسارچه‌هاش این موقع جلو میاره. به نظر من این کارو نباید انجام بده تو هنوز، چون هنوز شیلداش به هارسارچه‌هاش نرسیدن. خب تورزینداره جوری تانک هم هستن حقیقتاً، شروع کردن به زدن دیوار و این رنده میکنن دیوارو توی تایم خیلی کم. با
خب بارسا چرا بعید میدونم تو این تعداد بتونن دمیجی رو به این تورزین داره بدن. خب میبینید که یه کلی هم سرباز ویژه داره. این داخل 10 دقیقه چقدر فارم کرده بود که 250 تا نیرو ساخته فقط. حالا واقعا تن بازی کردن تو این مپ و در آوردن اینقدر پول و یه دفعه ساختن 252 حقیقتا سخته و کار راحتی نیست و از این بابت حقیقتا من بهتون میگم که این یکی از نشونه‌های اینه که طرف پلیر هست یا این که مثلا چیزی بلد هست. یعنی خب دیدید که نیروهاشو کامل برد زیر شید. الان تورزیندارش دارم. خب لرد میبینید اتدای تورزیندار خریدنم. الان یک فایتی بین تورزیندار رو میبینید. خب لرد الان باید تارتاشارجو بک بده که بک داد و الان یک فایتی رو داریم میبینیم بین تورزیندارای لرد و تورزیندار پرشیانه. خب قطعا این فایتو پرشیانه میزنه چون پرشیانه چیزی حدود 30 تا 35 تا بازم داره جوین میشه. سرباز ویژه داره. خب سرباز ویژه برای خیلی راحت میتونن تورزیندار رو بزنن. همونجوری که گفتم خیلی راحت تورزیندار رو رنده کردن و یه لشکری داره وارد بیس میشه. این اصلا واقعا اختلاف نیروهاشون خیلی بود. اصلا قابل مقایسه نبود. این اصلا کل نیرو از در و دیوار و زمین و آسمون داره نیرو میریزه. میگه لوردن داره تلاش آخر خودش میکنه. یه تعداد شمشیرزن عرب گرفت ولی خب بعید میدونم بتونه کاری رو از پیش ببره. خب میبینید که پرشین نایت واقعا طوفانی شروع کرد بازی رو و رنده کرد و فکرم دیگه بازی چیزی ازش نمونه. خب بچه آمار بازی هم آخر بازی واسه تون میذارن. خب جیجی رو داد لوردمون. خب بچه آخر بازی رو داشتم میگفتم آمار رو واسه تون میذارن. حالا ببینید که چقدر فارم کرده، داستان چجوری بوده و چقدر پول در بود داخل همین 10 دقیقه. واقعا دمش گرم. خودم حال کردم، خودم چندش دنبال میکنم. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.